تغییر و برای خیز برداشتن انقلاب دموکراتیک مردم ایران حکایت می کنم. قیام سراسری مردم ایران اگرچه بسیار درخشان، بسیار نیرومند و خیره کننده بود و هست، اما خب برای کسانی که همواره دستی از نزدیک در آتش این نبرد بیوقفه آزادی با استبداد مذهبی در میهنمون داشتن، این هرگز یک اتفاق خلق الساعه و غافلگیر کننده نبوده، چون زمین سازان و بزرفشانان این قیام، اونهایی که 3 دهه تمام پرچم مقاومت رو به رغم تمام طوفان‌های باید بگم بنیانکن که سر راهش بوده بر دوش خودشون حمل کردن و اون رو در اهتزاز نگه داشتن، منتظر اون بودن، منتظر چنین لحظاتی بودن. اگه بخوام مثال بزنم، مثل فلواقع مادری که منتظر به دنیا آوردن فرزند خودش است. پیام به جوانان و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران. مسعود رجوی، فروردین 1387. در کشاکش سهمگین و آشتی ناپذیر مردم و مقاومت ایران با بربریت آخوندی در سال 1386، 3 حقیقت بیش از هر زمان روشن و ثابت شد. اول، اوج آمادگی و جوشش شرایط عینی برای تغییر و برای خیز برداشتن انقلاب دموکراتیک مردم ایران. دوم، مرحله ریزش و سرنگونی محصول محتوم تچپایگی و انقباض درمان ناپذیر رژیم ولایت فقیه. سوم، اینکه رژیم آخوندی هماوردی جز مجاهدین خلق ایران و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران نمییابد و با تمام توان و شدت و حدتی جنون‌آمیز در پی نابود کردن آنهاست. حالا سوال اینه که در حالی که رژیم آخوندی با تمام توان خودش و با شدت و حدتی جنون‌آمیز در پی نابود کردن مجاهدین و شورای ملی مقاومت بوده و در این رابطه از حمایت و همدستی بزرگترین قدرت‌های غربی هم برخوردار بوده، چگونه مقاومت ایران همه این شرایط بغرنج رو پشت سر گذاشته و به نقطه کنونی رسیده؟ اگر بدانیم این کشتی که اکنون دارد به ساحل و مقصد خود نزدیک می شود، از اقیانوسی بس متلاطم گذشته و طوفان‌های مهیب و بنیانکنی را پشت سر گذاشته، چه نتایجی می گیریم؟ روشن است که نتیجه می گیریم اولا این کشتی ساختمان و ساز و کار مستحکمی دارد، ثانیاً از ملوانانی شجاع و یک دل و ناخدایی کاردان و طوفان دیده برخوردار است. در عالم سیاست هم عیناً همین قانون حاکم است. اگر حتی از دور مقاومتی همچون مقاومت ایران را بنگرین که از پس بسا امواج توطئه‌ها و ترورهای دشمن برآمده و از دل بسا طوفان‌های مهیب سیاسی طی 3 دهه گذشته، به خصوص طی 6 سال اخیر که حتی 1/10 آن توطئه‌ها و فشارها هر دولت مقتدری را از هم می‌پاشید و 1/100 آن برای سرنگونی رژیم آخوندی کافی بود، اکنون وقتی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که مقاومت ایران در منتهای انسجام آغاز پایان این رژیم را در چشمانداز نزدیک می‌بیند، بنابراین هر کس و به سادگی و با اندکی درک سیاسی می‌تواند نتیجه بگیرد که این مقاومت از چه شاروده‌های محکمی، چه کادرهای شجاع و یکدلی و چه راهبری مدبرانه‌ای برخوردار است. امروز ما در 28 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت هستیم. می‌خواهیم این کشتی نجات رو در 28 سال تأسیسش قدری از نزدیکتر مورد توجه و مشاهده قرار بدیم و راز پیروزمندی اون رو در گذر از معبر طوفان‌ها و تلاطم‌های خرد کننده سیاسی پیدا کنیم.
شورای ملی مقاومت ایران در 30 تیر 1360 در سالگرد قیام ملی 30 تیر تأسیس شد تا یادآور این باشد که این شورا در ادامه همان خط دکتر محمد مصدق پیشوای فقید نهضت ملی مردم ایران و برای تحقق آرمانهای آزادی خواهانه و استقلال طلبانی که مردم ایران بیش از 100 سال است برای آن مبارزه می کنند تشکیل شده است. در سند 2 اساسنامه شورای ملی مقاومت آمده است: شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است. تأسیس شورای ملی مقاومت درست 1 ماه بعد از آغاز مقاومت انقلابی، یعنی در 30 تیر 1360، 1 ماه بعد از 30 خرداد، توسط مسعود رجوی و در بحبوحه درگیری های شدید و آتش و خونی که در تهران و شهرستان ها جریان داشت، در گیرودار موج اعدام های جنون آمیز خمینی و در سیاه‌ترین روزهای حاکمیت اختناق در تهران خون گرفته، تأسیس شورا اعلام شد. بگذارید ببینیم مواضع شورا در قبال تحولات زیر و رو کننده سیاسی به چه صورت بوده و شورا چگونه از این تندپیچ‌های سیاسی عبور کرده. مواضع شورا در بزنگاه‌های خطیر سیاسی و عبور آن از گردنه‌ها و تندپیچ‌های سیاسی فی‌الواقع هر کدام یک شاهکار محسوب می‌شود. همان تند پیچ هایی که سایر نیروها در مواجهه با آن به کلی از بین رفتند و اکنون جز نامی از آنها باقی نمانده است. اسناد موضع‌گیری های شورا در تمامی این سالها به صورت بیانیه ها و اطلاعیه ها در دسترس همگان قرار گرفته است. این اسناد بدون هیچ اغراقی از گنجینه‌های دانش سیاسی محسوب میشه. مثلا موضع‌گیری شورا رو شما در قبال روی کار آمدن خاتمی در نظر بگیرید، در زمانی که با اون نمایش به اصطلاح اصلاحات و اون دود و دمی که راه انداخته بودن تقریبا همه جریان‌های سیاسی دیگر رو فریفته بود. در چنین شرایطی موضع‌گیری شورا فی الواقع یک شاهکار بود. قطعنامه اجلاسیه مهر 76 شورای ملی مقاومت ایران. نظام ولایت فقیه به دلیل تضاد ماهیتش با حداقل حقوق شهروندان قابلیت رفرم، گشایش، اصلاح و استحاله ندارد. و به یاد میاریم که مسئول شورای ملی مقاومت در همون اولین روزهای روی کار آمدن خاتمی خطاب به او میگفت: اگر راست میگویی یک قطره آزادی و یک قطره دموکراسی بده تا ببینی مردم چه به روز رژیم ولایت فقیه می آورند. در سرفصل جنگ عراق، شورای ملی مقاومت در بیانیه سال 82 شرایط موجود و روند حوادث را چنین ارزیابی کرد: رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد که در این صورت با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می شود. در همان بیانیه شورا با صراحت اعلام کرد که رژیم در اجرا این سیاستش، در اجرای این سیاستش باید انزوای هرچه بیشتر بین المللی و تشدید فشارهای جهان رو بپذیره و برای اون برنامه ریزی بکنه، برنامه ریزی کلان انجام بده و به در چنین حالتی مبارزه و مقاومت مردم ایران علیه استبداد مذهبی
هر چه بیشتر شکل رادیکال به خودش میگیره. در حالت دیگه اما رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست برداره و فلبسد دست پروردگانش در عراق رو که برای اونها انرژی و هزینه بسیاری هزینه کرده و مصرف کرده اینها رو رها بکنه و در سرد انطباق خودش با آرایش جدید منطقه بر بیاد و در یک کلام جامهای زهر رو یکی پس از دیگری بنوشه. در سرفصلی هم که ولی فقیه گماشته خود احمدی نژاد را روی کار آورد، شورای ملی